ناشکری نکن دیگه، یکی داره میاد مونس تو بشه. چی میخوای؟ بابام رضا میدونی از هر دوشون چند وقت خبر بیرون چه خبر؟ خوش خبری هم اورنگ و بختیاری آزاد شد. این آقا رضا پیغام داده که نمیتونی بیاد دنبالش. همین روزا بچه‌ش به دنیا میاد. قراره من ببرمش. یعنی مردی که می‌خواست تو رو برداره ببره تهران پیش خاتون. نه آقا، خاتون خیلی همینجا تهران نیستن. خاتون! فرار کنید. من سرشان رو گرم می‌کنم. بودو! مهدی چی میشه؟ من پیش من سفر خان. که من، مادرت، پدرم، گلی، فرهاد و توان عشق احمقانه تو رو پس بدی. من که مرد، ولی برو به داد خاتون و قدرت برس. نگرانم مهربان، دخترکم بابه ما تنهاست. این پسر رضا هم که یه سر داره. خاتون جان، اسمش ایرانه.
فخار جون هر کی دوست داری دیگه بسه. به خدا اینا رحم ندارن. بابا این که دیگه به اورنگ ربطی نداره. روزنامه‌اش تعطیل بود، خبرم بقیه رفتن. تازه تلنگر خوبیه. اینجوری میتونیم برای آزاد کردن بقیه بچه ها ازش استفاده کنیم. خبر دادم منتقل شدن زندان عراق. یه سری هم رفتن رشت. ولی اسم بچه ها تو لیست رشت نیست. ببینم تو اصلا ندیدیشون؟ نه، سینا و میرزا بودن که ندیدمشون، بقیه هم نمیشناختم. فقط یه همسلولی داشتم اسمش غفور چهارباقی بود. غفور، 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 بی غیرت. میشناسیش؟ آره بابا، همون بی شرفی بود که هممون رو لو داد. مأمور راهن. واقعا؟ همون شبی که من تو کوپه گیر کردم. چه عجیب. بعد فکر کنم با این آدم پروندم یکی تو یه سلول، دهنشو باز نکنه حرف بزنه، مگه میشه؟ شاید مأمور بوده. اینا رحم ندارن. حتی متین دفتری نخست وزیر سابق مملکت رو گرفتن، ریختن خونه جنرال زاهدی، کلی اسناد و مدارک پیدا کردن از یه جاسوس آلمانی مایر. اگه آزاد بودیم الان کار کردن این خبر رو روزنامه رو میترکوند. همین مونده شما اینا رو چاپ کنی، ایشون هم حمله کنن زندان. اونجا انبار نیست ها، اونم دستنا. آقا الان همچین هم دستنا نیستیم. اون شش ماهی که اورنگ تو بود ما هم بیرون یه سری کارا کردیم، بیکار نشستیم. الان 30 40 نفری هستیم، فقط کافی اراده کنیم. تازه اورنگ وقتی تو نبودی وارتان همه زحمتا رو میکشید، مینوشت، خط میداد، گروهش هم خیلی کمکمون کرد. واقعا تو شمال همراه زیاد داریم. دمت گرم رضا. واقعا همین آدمایی که تو شهرهای دیگه خودشون رابین هودی میدونن الان عضو گروه ما، و من آمار تک تکشون رو دارم و اینا مدیون شما موقع یادم میان. ممنونم. ما مخلصیم. ببینم تو منتظر کسی بودی؟ نه، شما بشین. آقا برو عمر، من میمونمش اینجا. بذار بیا تو با منه. تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود پیش خاتون باشی؟ آقا آوردمش. مبارکه. چشتون روشن. سختی کشیدی، فرهاد همه چیزو برام تعریف کرد. بابت قضیه قدرت خیلی متاسفم. دلخوری ازم؟ حق داری نخواهی منو ببینی یا با هم حرف بزنی، ولی به خدا تمام مدت درگیر آزاد کردن پدر تو رحم بودم. دارم دلیل علکی میارم، این همش حرف. ببخش، ببخش اون لحظه ای رو که باید پیشت نبودم. خاتون جان، خاتون نگام کن، دلم برای چشات تنگ شده. خاتون نگاه تو ازم نگیر. احتیاج داره، خوب میشه. من دخترمو میشناسم، بلند میشه. باید خوب بشه آقا. آقای بختیاری، هر موقعی که شما اجازه بدین خود خاتونم آماده باشه، من تمام قد در خدمتم. میخوام ایرانو ببینم. همین الان شیرش رو خورد، نربانو بردش بالا پیش مهدی. برو ببینش. چقدر خوشگله ایران.
جان این خاتون شده. خیلی خوشگله. تو واقعا نمیخوای بمونی؟ نه من باید برم. آمریکایی‌ها دارن از طریق آبادان کشتی قطعات هواپیما و تانک آذوقه وارد مملکت میکنن. میخوای تانک بزنی یا هواپیما؟ هیچ کدوم آقا. هواپیما رو اینجا سرهم میکنن، خلبان رو این روز سوار میشن میبرن شوروی. قصد ما آذوقه هست. 30 نفر شدیم با کامیون قرار بریم آذوقه رو بیاریم اینجا. فقط باید همین امشب را بیافتیم که بتونیم برای عملیات پس فردا شب آماده باشیم. خطرناک رضا، مگه سربازشون باهاتون نمیان؟ چرا؟ اونا 30 نفر هم، ما هم 30 نفریم. منم با یه گروه 40 نفره شبونه میزنم به کاروانشون. چاره ای نداریم آقا. نمیتونیم بشینیم ببینیم اینا راست راست تو مملکت راه میرن. شما وضعیت نونو ببین. آقا میشه منم باهاتون بیام؟ تو میمونی همینجا کمک خاتون. فر عملیات بعدی کندوانه. اونجا میبرمت، قول میدم. خیلی جان. بعد همه نگرانی من خاتونه. به خدا اگه واجب نبود نمیرفتم. اگه همه چی برنامه ریزی نشده بود میموندم. اگه خاتون سر پا بود بهت میگفت حتما برو. برو پسرم. فقط مراقب باش. پس با اجازه. خدا به امید دیدار. بانو خدافظ. موفق باشی. اسفند. به رضا هم گفتم اینجا دیگه واقعا هم نیست. از وقتی قفل زیر زمین رو شکندن رجب و وقت و بیوه خودم میفرسته پایین رو بگردن. خاتونم که سر پا نیست، با اون بچه چی کار میخواد بکنه اگه یه اتفاقی بیفته؟ وگرنه خودت که میدونی شما همه زندگی من هستی. باور نکردنیه واقعا. دختر عین پدرشه، سرتق کله شق. چرا وقتی با اون پسر رضا فخار ازدواج کرد به من نگفت؟ چرا وقتی حامل شد به من نگفت؟ اون موقع من دایش نبودم؟ میخواست یا نوشم به دنیا بیاد بعد ما رو خبر کنه. این چه فرمایشیه؟ شما همیشه بودین، همیشه کمکش کردین، همیشه هم گفته. الانم که خوب میدونین با چه شرایطی رفتم. الان واقعا وقت سرزنش کردن و رنجیدن از خاتون نیست. من خودم رو جای اون میذارم، خیلی دشواره آدم بیاد بگه دایی جون من حاملم، اونم وقتی در حال فرارم. قبول ندارین؟ شما که همیشه پشتیبانیش کردین، الان واقعا به کمک شما احتیاج داره خاتون. این نظر اسفند بود بیارمش اینجا پیش شما. اینجا اسفند؟ این اسفند اول خواهرم رو دق داد، حالا نوبت منه. این که بهترین استراتژیه، پنهان شدن در جایی که کمترین شک رو بهش میبرم. خانم عزیزم اینجا مثل لونه زنبور میمونه. ویلسون، نامدار، مک آرتور، اون مردی که رجباف مدام اینجا پلاسه، اینجا نظامی ها رفت آمد میکنن. ببینی؟ یه پیشنهادی میتونم بهشون بگم. دوستان یه نفر که شما دارین دنبالش میگردین رو من اون بالا قایم کردم. چرا؟ چون زایده. لطفاً سر و صدا نکنید، ممکنه بچهش بیدار شه. این خوبه، اینو میخواین؟ جاهان عصبانی نباش، من یه پیشنهاد بهتر دارم. و چرا نمیایین؟ بیاین دیگه سریتر. شما چرا دم زاییده؟ این دوتا از کجا اومدن؟ جاهان بفرمایید. به کاروان سرای ما خوش آمدی. ممنون جان. ممنون جان. تو دیگه حرف نزن که دلم ازت خیلی خونه. چرا؟ من نباید بدونم خاتون زن این پسر شده؟ لابد پسر رو دیدی گفتی کارگر اونو پرولتاریاست و از این. چه ربطی داره؟ ربط داره. اگه عقل داشتی نمیذاشتی این کار بشه. Эй, баба, Джохан. Джона, Джохан. Бефер. Барбара, никто в колонии не может сюда въедить. Бон, ты спокойно. Джона, Джохан. Валя. Батча хели бет мият. Кем кем ману то ам бат бе фикр баш. Хатун, Джон. Инжо хуне ходете. Ману хеле наво аме инжо мехмуни. То та абад инжо джадер. Бебин ману. اینجا. خیلی ممنونم. داشت
شما چرا وایساده اینجا بالا رو نگاه میکنی؟ برو زیر زمین یک گوشه واسه خودت بخواب. بله آقا. ببینم جان، اینجا که امنه، رفقات اینجا که نمیریزن. مثلا امن نباشه میخوای چیکار کنی؟ این رفیق بازی و چرندیات مال شما هاست. منم به خاطر کافه پولونیاست که دورو برا من، ولی سیاستو چه به رفاقت. اینه که تو نمیفهمی. تازه چوب تو و خاتون و رضا هم بالا سر من هست. چند روز گزارش خرابکاری داشتن از جاسوسای آلمانی. خونه خیلی از سرانم ریختن، کلی هم مدرک جمع کردن. زنشون به اینجا بره، اینجا هم میریزن. کلی آلمانی گرفتن. عمه جون انقدر تکون نخورین دیگه. تکون نخوردم مریم جان، پام خواب رفته بود، جا به جا کردم. جونم آخه اینجوری هم من اصلا نمیتونم کنم. همین خوبه، همینو اگر بتونین نگه دارین عالی میشه. عکس این قلیون هم میخوایی بکشی؟ اول خودتون رو تموم کنم. سلام خان داداش، بیاین اینجا ببینین مریم جان داره عکس منو میکشه چطور میکشه. از صبح منو نشونده اینجا نمیذاره تکون بخورم. به خودم که نشون نمیده. شما ببینین خوبه؟ چی شده بابا؟ خوبی؟ خانده داشت چرا برزخین؟ چی شده؟ گلی یا افغان گلاب بردار بیار ببینم. چی نوشته مریم؟ خب خان داداش به منم بگین چی شده؟ اسم مارلنه جزو تبعیدیای سیبریه. خاک بر سر. اونا چیه ماری؟ نامه‌های مامانم به هم از بچگی. باورم نمیشه چرا بعد همچین اتفاقی برای مامانم میفته. متاسفم. You know these people, this country are brilliant. They love their country. They're patriotic. They pretend to despise the foreigners. ولی همش دنبال لیدر تو خارجیان. I don't get it. من نه با مردمش کاری دارم نه با کشورشون. ولی باورم نمیشه یه کشور کلش دست ما باشه بعد یه مش بچه خیابونی ما رو اینجوری مسخره کردن. کمیسر، what happened in Abadan is a disaster. ببین نسل جدید چی میگه؟ درست میگه. باید از نفوذی‌ها استفاده کرد، از اون کسانی که فکر می‌کنن ما با اومدنمون قرار اونها رو به سرزمین موعودشون برسونیم. آقای نامدار، من متوجه شدم که این گروه به اصطلاح رابین هودی قراره به کاروانی که نظربک برای ما راه انداخته دستبرد بزنم. 40 کامیون گندم و 20 کامیون شکر قراره هفته آینده شنبه از تهران به قصد بندر پهلوی به راه بیفتن. قرارشون اینه که تونل کندوان رو تحت کنترل داشته باشن و به محض ورود کامیون ها به داخل تونل و بستن تونل و عوض کردن راننده ها با خودشون، کل بار کامیون ها رو یک جا غصب کنن. آقای نامدار، شما شنبه با نیروهای لباس شخصیتون به عنوان رانندگان کامیون و سر ویلسون، شما با نیروهاتون به جای بار در عقب کامیون وارد تونل کندوان میشید و به محض بسته شدن تونل کندوان، رضا فخار و کل گروه رابین هودیشون تو مشت شما. تو فارسی یاد گرفتی؟ کیک؟
کیک؟ دوستان موسیقی شما را از سیاست و خشونت دور میکنه. یکم زندگی کنید، از این فضا بیاید بیرون. هیچ کس مثل من زندگی کردن و بلد نیست. الان نظر میاد یه دو دست میبریمش کلی میخندیم. خوابید؟ نه خانوم، آقا رضا گفتن که اگه از سفر به سلامت برگردن عملیات بعدی کندوانه، قراره که منم به خودشون ببرن. البته اگه شما اجازه بدین. هلنا چطوری؟ برو. سلام بر تبعیدیای دوست داشتنی. کجا این پر؟ تا باشه از این تبعیدا. وقتی شما با این لبخند قشنگ وارد بشین دیگه اسمش تبعید نیست. ملاقه به دست شدی اسفندی. نروانو ناهار امروز با من. به به، اون ملاقه هم دستت بگیری بهت میاد. ممنون. رضا دوباره گل کاش خاتون جا. چیکار کرده؟ گوش داره در میاده، به پا تا نگیره. همه ی شهر حرف از عملیات آبادانه. سلام. سلام. بشین بشین، بفرمایید. مرسی. اول تو بخون. ممنونم خانم. حال مادر ایران چطوره؟ خوب میشه. بایدم خوب شه. خیلی سخت گذشته میدونم، اما هیچ سختی نمیمونه که. یعنی تو نمیخوای لبخند ما رو مهمون کنی؟ باید سر پاشی خاتون. ایران تو رو سالم و سر پا میخواد. فکرم خیلی مشغول. زندگی با آدم سیاسی، با آدم مبارز همینه دیگه. همیشه هیچ چیزی گوشه ذهن درگیره. گاهی دیر میان، گاهی نمیان، گاهی خبر میاد زندانن، گاهی خبر میاد تبعیدن. دور از رضا، اما تصمیمیه که خودت گرفتی. باید خوب فکراتو بکنی قبل از اینکه همه چی رسمی بشه. فرهاد، رضا قراره بیره کندوان؟ آره چی شده مگه؟ هان؟ خاتون، رژا بفت و پالونیه بوده، ببین چی شده؟ باربار پوویت کامسر رجب وافته کندوان همه کامینا به جای گندم سرباز شن. میخوان رزا رو بکشننشون. فراد خانم، من میرم بیشه ورنگ نمیزدم. فراد مواظب خودت باش. چشمون آقا، ببخشید. بازم رجب وای نکنه بلای سر این بچه ها بیاره. نگران چی هستی بابا؟ امروز که عملیات نیست. ببخشید. به پرشیای زیبا خوش اومدین خانم. در خدمتم. با کمیسر رجبوف قرار ملاقات داشتم. ایشون الان نمیتونن شما رو ببینن. توی اتاقشون مهمون دارن. خودشون گفتن همین ساعت اینجا باشن. گفتن توی اتاقشون شما رو میبینن یا تو کافه؟ گفتن اتاقشون. اتاقشون. خانومه؟ ملک هستم. خانم ملک. قرقی؟ کمیسر خانم ملک. سلام. دختر باهوشی هستی ولی نه به اندازه مادرت. شما دیدینش؟ مگه تبعید نشده سیبری؟ خیر شاید. بستگی داره. من منظورتون رو متوجه نمیشم. اگه همکاری کنی شاید ببینیش. اگه پنهانکاری کنی شاید اون دنیا ببینیش. البته اگه اون دنیایی وجود داشته باشه. ولی کمیسر، این که با شنیدن خبر دستگیری و تبعیدش و با گرفتن پیغام من اومدی اینجا یعنی اهل همکاری هستی. به کسی که چیزی نگفتی گفتی؟ گفتی؟ نه. تمام نامه‌های محرمانه مادرت به اون مردک جاسوس آلمانی مایر در خونه سرلشکر زاهدی در اصفهان کشف شده. جای شبهه نیست که مادرت یک جاسوسه و حکمش معلوم. نامه‌های مایر به مادرت، این اون چیزیه که تو باید به دست ما برسونی تا شاید کمکش کنم همشونو. ولی کمیسر، من رو هم از این ماجرا خبر نداشته. پیداشون کن.
مادر داری وقتمو میگیری. خواهش میکنم. برگشتن یه جاسوس به زندگی فقط به انتخاب مسیر درست بستگی داره. نامه ها رو بدی تبعیدش نمیکنم. ندی؟ Hab keine Angst, alles wird wieder gut. Gut. Wer? Wann? Schirsad. Ach, herzlichen Glückwunsch, Mubarak. Ich habe nicht geheiratet, weil ich geschworen habe, kein Brautkleid zu tragen. Ach, bist du nicht, du da bist. بهش بگید اگه به موقع نامه ها رو به من تحویل بده میتونه لباس سفید بپوشه و مادرش رو توی جشن عروسیش داشته باشه به ضمانت من. اینم هدیه من برای عروسی شما. اگر نه باید لباس سیاه بپوشه چون هزینش از انتقال شما به سیبری برای من کمتره. آلمانی بلدم. چه تضمینی هست که آزادش کنین؟ همین که شما دوتا همدیگر رو دیدین لطف منه به شما. ایشون زندانی ما میمونن تا پایان جنگ، تا وقتی ما در ایران هستیم. الان هم دارید وقتمو میگیرید. بهش بگید. Gib ihm die Briefe. Wir haben doch nichts mehr zu verbergen. Wir haben es längst herausgefunden. Du hast die Briefe doch nicht verbrannt. Nein, nein. خوبه. قرار ما ساعت 9 شب در بار همین هتل به همراه نامه ها. اگر نیایید هزینه دولت ایران رو کم میکنم. گندم نیست خانم، متوجهید که. بیا، مطمئن باش بیا. میتونید تشریف ببرید. Привет, Чья. Ек шамбе, саат 9 шаб инжа. دایی جون. آهان، حالا شد. شدی همون خاتون همیشگی. چی بود اون قیافه زار و نزار؟ من این خاتون قوی رو دوست دارم. قوی؟ دیرتون میشه اگه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. نه، من برا تو تا ابد وقت دارم. کار همیشه هست. به قول مادر بزرگت، کار کردن مال خره. جان، دایی جون من انقدر قوی بودن رو انتخاب نکردم. یعنی هر وقت خواستم راحت زندگیمو بکنم نشد، نذاشتم. خب این قشنگه که قوی شدی، نیست؟ بشینیم. من نمیخوام مزاحمتون بشم، دیرتون میشه، به کاراتون نمیرسیم. امشب کافه بولونیا خیلی شلوغه. نه هیچ خبر ندارم از بیرون، یادم رفته زندگی معمولیو. میشنوم. خیلی سخته برام گفتنش دایی جون. خاتون، اصلا برای همینم نگفتم تا حالا بهتون.
شما بذارین پای حجب و حیا، بذارین پای کوچیکتر بزرگتری. شما همیشه همیشه پشتم بودی، الانم واقعا به کمکتون احتیاج دارم. نمیخوای بگی؟ نه چرا میخوام بگم؟ دایی، ایران بچه شیرزاده نرزا، بابا میدونه، رضا میدونه اصلا ما ازدواج نکرد، رضا صبر کرد بچه به دنیا بیاد. شیرزاد میدونه؟ نه، بر همینم خواب با شما مشورت. شیرزاد اگه بدونه حتما بچه رو میگیره ازم. عشق نریز حرفتو بزن. شیرزاد ازدواج کرده، من اصلا نمیخوام زندگیش با ماری به هم بخوره. رضا هم شرطش اینه که بچه هیچ وقت نفهمه اون باباش نیست. من تو چی؟ من فکر میکنم ایران حق داره بدونه. شیرزاد هم حق داره بدونه. شیرزاد هم حق داره. رضا بریم، خیلی خطرناکه. میگم نوبت تو هم میشه، نگران نباش. آقا دیگه واسه من هیچ کی مثل گلی نمیشه. ما از بچگی با هم بزرگ شده بود. من اصلا دیگه دلم نمیخواد با کسی عروسی کنم. فقط دوست دارم اون مرتیک شیرزاد رو بکشم. آقا یه دیگه فرات جان، اون که رفته باید میرفته، قسمتت نبوده. اونی هم که باید بیاد به وقتش میاد. آقا اصلا خود من کی فکرشو میکرد جاده قزوین وسط عملیات نصف شب فراد؟ شاد آقا دیر شد، هم بود منتظر. بیم بریم. بریم آقا. بریم آقا. مبارک. آقا مخلصم خدمت شما. این هم شیر میشه. تو میدونستی اسفندیار، من از خاتون با این همه سختی که کشیده توقع نداشتم، ولی از تو چرا؟ جهان بچه نداری بدونی وقتی غم و مشکلی داره چه حالی به آدم دست میده. من اصلا نمیدونستم. تقصیر پدر نیست، من ازشون خواستم. بفرمایید. خودشونم تصمیمت درسته. رضا بگو نترس. هر تصمیم بگیری، هر چی، ما پشتتیم. نگران نباش. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. عمو جون، آیه بختیاری پدر خاتون خانم، عمو میرزی عموی بنده. بله، خوشم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام سلام سلام. خوش آمدید. آقای میرزی، آقای روزبه، دایی خاتون، همسرشون خانم هلنا. خیلی متشکرم. بله، میشناسیم عمو. میشناسی؟ بله، میشناسی. از کجا؟ در واقع من به ایشون گفتم که شما رابین هودی. البته ما این رابین هود بازی‌ها رو گذاشتیم پشت در و اومدیم که این دوتا جوان رو سر و سامون بدیم. الان ارتش متفقین تو کندوان دنبال آقا رضان، اما آقا رضان اومده چی؟ دنبال دلش. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. ببخشید. تشریف بیارید. خاتون جان شما هم بیارید. همون با اجازه. بفرمایید. مثل همیشه بفهم. پیش برو، درست و قوی. چشم. حواسم بهت هست. خاتون یادگار خواهرم. هر چی گفت فقط میگی چشم. 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 احوال شما چی شد؟ رفت پشیمون شدی؟ نه، خیلی فکر کردم رضا، من نمیتونم جای ایران تصمیم بگیرم. چشم، من الان خودم میرم ازش اجازه میگیرم. چطوره؟ رضا جانم. خاتون داری منو میترسونی؟ نه
نترس. من فقط دارم تمام سعیمو میکنم یه تصمیمی بگیرم حق کسی رو نگیرم ازش. ببین اگه بازم بحث شباهت من و باباته، این مملکت همیشه اینجوری نمیمونه، اشکال تموم میشه. نه اصلا موضوعی نیست، تموم شه. بعدش تو میشینی تو خونه دیگه، اون وقت که تو رضا نیستی من عاشقت نیستم. اولی بار اینو میگی؟ باید زودتر میگفتم. اینم باید زودتر میفهمیدم که ایران حق داره بدون پدرش کیه. خاتون ما در این مورد با هم حرف زدیم. راست میگی. همه این تصمیم هم گرفتیم به خاطر خود بچه. حق داریم. همه اینا رو گفتیم. ولی از وقتی به دنیا اومده دیگه مطمئنم ما نمیتونیم این حق رو ازش بگیریم رضا. خلاص. ایران حق داره بدون. بزرگ میشه بهش میگیم. الان چی بهش بگیم؟ پدرش چی؟ پدرش چی؟ من میخوام به شیرزاد بگم رضا. بیا. سر رجبوف اینجا تو هتل هم؟ بودن رفتن، بله. یه خانم محسنی هم باشون بود نه؟ یه خانم فرنگی. ایشون هم رفتن. میخوام بریزم براتون. بریز. بیرون میذارمت گوشه دیوار به جرم راپورت عملیات رابین هودیا و جلوگیری از دستگیریشون، میدمت تیربارونت کنن. چرا قربان، من خودم هم اندازه شما شکم. عملیات جز از طریق نیروهای تو چطور میتونه لو رفته باشه؟ ارق احمقانه وطن پرستی شماها. نیروهای من روحشون هم از این ماجرا خبر نداشته. اونا خیال میکردن قرار نیروهای شما رو مخفیانه با کامیون ببرن بندر پهلوی. همین، من شخصا فرمانده ایشونو به عهده داشتم. عملیات تا این حد مخفی رو چطور میتونن لو داده باشن؟ اگه راست گفته باشی تو چنگمم، اگه دروغ گفته باشی زنده نمیمونی. میدونی رفقا خوش آمدی. روز به باربارا کافی. فقط باربارا رفت در شما کافی بیداره. دوستان تا شب اینجا بمونید، امشب برنامه های جذاب داریم و شعبده بازی. نظرم میگیم بیاد کلی میخندی. جوی کمیسر، این همه نیرو تایش هیچی. For what? They're smart. نسل جدید ایران باهوشتر از اون چیزی که شما فکر میکنی. درست میگه، باهوشن و ما نباید بذاریم با سواد بشن، چون دیگه نمیتونیم حریفشون بشیم. من یه ایدهی به ذهنم رسیده. حالا که ماجرای کندوان رو فهمیدن، من فردا اول وقت در 50 کیلومتری تهران در یک قلعه خرابه کل نیروهای رضا فخار رو تیربارون میکنم و اگر نیروهای نفوذی به گوششون برسونن، اون وقته که من میتونم این بار رضا فخار رو بگیرم. اگه ازش خوشت اومده میخوای بگیریش، من باش صحبت میکنم. دوست دارم.
ولی خودم باهاش صحبت میکنم به زبون خودش. کاله خرابه میخوان ترمارونشن. کی؟ من نمیفهم اصلا چی میگه. باویه کمسر رجا وافمه دوسته رزا رو تو کاله خرابه میخوان ترمارونشن. بچه لازم نیست بهشون توضیح بدین، خودم بهشون میگم برای چی اومدم اینجا. شما اینجا چه غلطی میکنی؟ آقای بختیاری شما هم اینجا هستی، همه اینجان. گمشین بیرون، نباید اینجا باشین. مگه کورین نمیبینین؟ بچه ها و خانم ها اینجا هستن. گمشین، نترسین. اصلا برای چی اینجا هستین؟ دارم ایران رو از وجود جاسوس ها و راهزن ها پاک میکنم، باید قدردان من باشید. مرتی که اجنبی، تو خود دوست و جاسوسی، من که میدونم. برو گمشو بیرون. رستیم گم کن بکنه هم رشگارین پدر، بلشگارین برو گمشو شرف بهشون بگو ولش کن. خاتون خیلی خوشحالم میبینم. من باعث میام. چه بچه زیبایی. بهشون بگو ولش کنن، کاری با بقیه نداشته باش. چی اون مرده که دزد رضا فهم. دستشو بکش. تو با بچه های لهستانی یتیم چی کار داری؟ این بچه ها رو ببری تو. خب کنم شا ولش کن. تو مگه منو نمیخوای ببری؟ من دارم آت میام. دنهای خانوم ها که بالا میره فالس میشه، عصبی میکنه. از اینجا گم شو بیرون. تکی بابای، از اینجا گم شو بیرون. تکی بابای برو بیرون. کسافت باربارا. آتون پیغام منو به رضا فخار برسونید. دختر لهستانی و رقص و موسیقی گرم کردی، فکر کردی ما احمقیم؟ هان گارسونات جاسوسن، خانوادت دوست، خودت هم سردسته راهزنای خیابونی هستی. ریختم تو خونتون همشینو گرفتم. چرا مزخرف میگی؟ این که من خواهرزادمو تو خونم راه دادم یعنی سردستم؟ تو یه چیزی بگو ویلسون. ویلسون کمیسر روز به من با شما افشا. این همه بارمونی دوست نیست. خانوادم چی کار کرد؟ بیا شانس آوردی زنت رگ روسی داره، الان همشون تحت الحفظ تو خونه خودتن به جز خاتون و پدرش که تو زندان مان. خاتون چی کار داری؟ کسی بسر من رفیقا بشتستم. خفش کنی اون رو. میخوای باش چی کار کنی؟ پس فردا اول وقت به همراه رابین هودی هایی که دست مان میفرستمشون برن سیبری، از ایستگاه بنکونه، از ایستگاه تهران که مثل دفعه قبل لو بره، با اسکورت کامل. قطار رأس ساعت 9 صبح از ایستگاه راه میفته. به مزخرفات این گوش نکن ویلسون، خاتون خیلی وقت از اونا خبر نداره. حتما دادگاه نظامی روز به براش قطعا حکم اعدام میبره. اخلال در امور ارتش متفقین در هنگام جنگ. اون چه ربطی به شما و جنگ داره؟ تو خودت از همه پات بیشتر گیره. تکی موبای انفرادی، خودم به حرفش میارم. سریع دست به من رزم، دست به من رزم. من یه عمر رفی برمیست هستم. کسافت سریده عشقا جان عبس خفشو همه تونو میگیرم، تک تکتونو میگیرم. موسیقی